شورای شهر ونکوور در کانادا لایحه تعیین 29 ژانویه به عنوان روز یادآوری و اقدام علیه اسلام حراسی را به تصویب رساند. این لایحه توسط جان سوانسون مشاور شورای شهر معرفی شده بود و زمان آن سومین سالگرد قتل عام مسجد کبر خواهد بود. امتیاز بویات از ائتلاف علیه تعصب گفت: ما امیدواریم که در تعیین این روز شهر ونکوور تعهد خود را برای ایجاد یک سیاست و اقدام برای مقابله با اشکال مختلف اسلام حراسی به انجام برساند. در تاریخ 29 ژانویه 2017 یک فرد مسلح نجات پرست به مسجد مرکز فرهنگ اسلامی در شهر کبک وارد شد و در اقدامی تروریستی به روی ده‌ها نمازگزار مسلمان آتش گشود. با پایان یافتن تیراندازی 25 نفر در این حادثه قربانی شده بودند. در این لایحه آمده است جوامع مسلمان در سراسر کانادا تحت تأثیر این حادثه و دیگر اقدامات نفرت محور نجات پرستانه و حامیان برتری نژاد سفید و اسلام حراسی قرار دارند که گرد همایی ضد اسلامی در 19 آگوست 2017 در خارج از شهرداری ونکوور یکی از این حوادث است. در ادامه این لایحه آمده است به مناسبت گرامی داشت حادثه تلخ 29 ژانویه جوامع مسلمان در ونکوور نشست‌ها، جلسات بحث و بررسی و سایر رویدادها را برگزار کردند، از جمله آن که یک نماز سالانه در مسجد جامع ونکوور برگزار خواهد شد. همچنین در لایحه سوانسون خاطر نشان شده است که تعدادی دیگر از شهرها مانند تورنتو، میسیساگا، برمتون، مارکام، همیلتون و ویندزور همگی 29 ژانویه را به عنوان روز یادآوری و اقدام در مورد اسلام حراسی معرفی کردند.